سلام، پنجشنبه اول مرداد 1388 و یا به تلفظ درست مرداد 1388 برابر با 23 جولای 2009 میلادی. اگر خاطرتون باشه این بحث رو کردیم که اون فهم اصلی و محوری کودتاچی ها از این که استراتژیشون آیا موفق هست یا نیست این است که تظاهرات بزرگ و میلیونی برگزار نشه و ریزش بکنه. برای اینکه این کار رو، استراتژی خودشون رو بتونن پیش ببرن، کار اولشون کشتار، ایجاد رعب و وحشت و گرد مرگ پاچیدن بود که شکست خورد با تاکتیکایی که جنبش اتخاذ کرد. الان استراتژی محوریشون این است که دستگیر بکنند فعالین رو و در واقع جنبش رو سازمان ناپذیرش کنند، شناسایی بکنند فعالین رو در هر رده و به این ترتیب به خیال خودشون امکان سازماندهی رو و به حرکت درآوردن رو از جنبش سلب بکن. با این تحلیل ما چند تا نکته است که باید در دستور کارمون باشه. اول اینکه هر عضو فعال جنبش که میتونه در محل کمیته شعار نویسی راه بندازه، میتونه کمک بکنه، توجیه بکنه، خانواده ها الله اکبر بگن، میتونه تو خیابون ها حرکت بکنه، میتونه با کامپیوتر کار بکنه، اخبار رد و بدل کنه، حتی میتونه کمک بکنه به این که پاره سایت های حکومت رو دستکاری بکنه، پایین بیاره. به هر حال کسانی که کادر جنبش هستن بسیار بسیار بهشون واجبه که بیش از گذشته با توجه به استراتژی دشمن خودشون رو محافظت بکن. بنابراین وقتی که میریم ما داخل تظاهرات، مثلا همین تظاهرات 30 تیر الان که میذاریم ما اینجا تحلیلش میکنیم، چند تا نکته است که حتما باید رعایت کرد. بهترین کار این است که وقتی که میلیونی نیستیم، مثل نماز جمعه یا مثل پنجشنبه آینده بزرگ داشته شهدا 8 مرداد، وقتی که میلیونی نیستیم و تظاهراتمون کوچیک‌تره، باید که در چند نقطه بریم، چون وقتی که میلیونی هستیم اونها امکان برخورد با ما ندارن. همینی که نترسین ما همه با هم هستیم، ولی وقتی تعدادمون کمتره، چند هزار تا هستیم، اون وقت اونها وقتی لشکر بکشن میتونن ما رو صدمه بزنن. شاید همین 30 تیر اگر همزمان با میدون 7 تیر، میدون ولی عصر، میدون امام حسین هم در تهران اعلام شده بود به عنوان محل تجمع، و وقتی نیروهای سنگین کودتاچیا در میدون 7 تیر بود، بلا فاصله نیروهامون تقسیم می شدن، درگیر نمی شدن، می رفتن به 2 میدون دیگه، مطمئن باشید که اونها امکان جابجایی سری رو نداشتند، خستن، تو ترافیک نمیتونن به این سرعت جابجاشن، موضع بگیرن و همه امکاناتشون رو مهیا بکنن. بنابراین میتونستیم بدون تلفات، بدون دستگیری ما تظاهراتمونم برگزار کنیم، شعارامونم بدیم. بنابراین نکته اول این که تظاهرات توی خیابون کماکان مهمترین اکسیون ما برای فرسایش کودتاچی هست، ولی حتما و حتما باید در چند نقطه همزمان باشه، در صورت لزوم برق‌آسا باشه و به اجازه ندیم که درگیر بشیم و دستگیر بشیم. اصلا این فکر رو نکنیم که ما میریم نمیترسیم شعار میدیم، اگر بذاریم بریم یک جای دیگه فرار محسوب میشه. اصلا این تاکتیکه، این اجداد ما هم، اشکانیان همین کارا رو میکردن. ما اساسا روش کارمون این است که تجمع میکنیم، شعارمونم میدیم، ولی بخواد درگیر بشه حرکت میکنیم، جا به جا میشیم، نمیگذاریم که به ما برسن دستگیرون بکنم، میریم جای دیگه ای.
کارمون رو انجام میدیم. و همونجور که قبلا هم صحبت کردیم، حتی روزانه گروه هایی میتونن از مترو استفاده کنن، در سطح شهر با سرعت از زیر زمین جابجا بشن و از یه صبح تا ظهر در 10 نقطه شهر تظاهرات بذارن که کودتاچی ها بهشون نرسن. بنابراین نکته اول این که به هیچ وجه کار خوبی نیست که فکر کنیم میریم دعوا میکنیم درگیر میشیم بعدم دستگیر بشیم. برای اینکه آب با آسیاب استراتژی کودتاچی ها ریختیم که میخوان فعالین ما رو بگیرن و جنبش رو زمین گیر کنن. نکته دوم اینست که پوشوندن صورت کار بدی نیست، کار خوبی هم هست، دلیل نداره که بی خودی شناخته بشیم. لذا استفاده از همین ماسکای کاغذی، یه دونه سرکه زدش هم توی جیبمون باشه که اگر اشکاور زدن اون هم استفاده بکنیم، این کمک میکنه به اینکه کمتر ما رو بشناسن. سوم این که در مورد عکس و فیلم که از واجبات کار ماست، دیشب هم صحبت شد که اونها آدم هایی که صورتشون رو میپوشونن از ما عکس میخوان بگیرن، یا روشنه که با کودتاچی ها بالای پل وایستادن، پلیس هم مراقبشون دارن عکس میگیرن، بهتر ما هم از اونها عکس و فیلم بگیریم و با همون خود ولو شناسایی هم نشن، خود این تاکتیک اونا مهمه. بهترین کار این است که هر جایی که تجمع و تظاهرات داریم یکی دو نفر مسئول شن، قبل از اون برن یک جای مناسبی دور از صحنه درگیری رو که بالای ساختمونی از پنجره یک دفتری از یک جایی رو انتخاب کنن و از اون زاویه بدون این که در خطر قرار بگیرن با خیال راحت از حرکت‌های کودتاچی‌ها دور اون دوربین به دستاشون، جا به جاییشون عکس و فیلم بگیرن، برای اینکه و از تظاهر کنندگان هم همینجور، برای اینکه اونو وقت خیلی خوبم نشون بده که اونها چجوری حرکت میکنن، تاکتیکاشون چیه و آدمهاشون هم شناسایی میشه. نکته دیگه این که سوال کردن پنج شنبه ها که ما قرار تظاهرات به سبک ایرانی بکنیم، بیایم تو خیابون 5 بعد از ظهر گرم دیرتر بیایم، اصلا مهم نیست. حرف این است که پنج شنبه ها بدونیم شب جمعه هم هست، شب تعطیلی هم هست، از عصر، از غروب، حالا 5 گرم 6 تا 8 9 شب خونه نمونیم در هر کجای تهران و به خصوص شهرستان ها. شهرستان ها کمک بزرگ به جنبش الان میتونن باشن. بیایم بیرون از خونه، بستنی بخورین، نوشابه بخورین، راه برن، پارک برین، سینما برین، ولی بیایید بیرون از خونه که حضور مردم در خیابون‌ها باشه، خرید بریم بکن. هر جا هم که امکان داشت 2 تا بوق ساده، 2 تا وی نشون دادن، 4 تا 10 نفر که با هم میشن یه تظاهرات، یک عرشوت شعار پراکنده شدن، مطمئن باشید وقتی در سطح شهر پخش باشیم، در سطح کشور پخش باشیم، امکان این که سرکوبم بکنن ندارن. اما خاصیتش این است که هم به هم روحیه میدیم، هم 2 تا عکس و فیلمی که تهیه میشه جنبش رو نشون میده که در حرکت، هم مهمتر از همه اینا نیروهای اونها رو زمینگیر میکنه، به خصوص وقتی در سطح شهرستان هم باشه، و ناچارن که آماده باش باشن. اون فوق‌العاده 150,000 تومانی هم که میدن به نیروها برای 10 روز فوق‌العاده جنگی، 1,500,000 تومان هم لابد ناچار میشن از جیبشون بدن. شب تعطیلی هم اونها خونه‌شون نمیرن و توان مالیشون هم تحلیل میره، شاید اونا به نون نوایی میرسن، ولی مهمش این است که این سرزندگی و این حضور توی خیابونها حرکت رو مداوم میکنه و همونجور که عرض کردم بیش از پیش اونها رو فرسوده میکنه، آنچنان که همین الان هم مقدار زیادی فرسایش پیدا کرده. سوال دیگه، نکته دیگه این است که بچه‌های هواپیمایی یک توضیحی به ما دادن که گفتن، چون گویا به گوششون رسیده بود ازشون سوال کرده بودن، گفته بودن مطمئن باشید ما هرگز خرابکاری نمی کنیم، ما فقط روش ها رو کند می کنیم، سوال ایجاد می کنیم که ناچار بشن دوباره بررسی کنن و به این ترتیب تأخیر می دازیم. لذا هر خرابی در هواپیما یا خدای نکرده سقوطی اگر اتفاق بیفته، نقص فنی از ما نیست، این همین بدبختی است که بی‌عرضگی مدیریت هایی است که خودشون دارن، بنابراین به ما ربطی نداره. نکته آخری من این است که الله اکبر گفتن توی محله ها
یک بحثی شده که حالا احتمالاً امشب دیگه نمیرسیم، من فردا شب صحبت میکنم. فقط یک تصحیحی هم از اطلاع قبلی بکنم که در برنامه وی او ای هم تصحیح کردم، و اون است که کمیته مادرای داغدار در تهران فعلا سه تا پارک لاله، گفتگو و اندیشه رو انتخاب کردن هستن تا پارک‌های بیشتری اعلام بشه، و خواهششون این است که در شهرستان‌ها هم این کارو بکنن. تا فردای دیگه شاد و موفق و پیروز باشید، به امید پیروزی.